عیسی مسیح زنده است. حقیقت، شفا، آزادی. او قیام کرد برای گناهان ما. با قلبی باز این مسیح است. محبت از آن اوست. مسیح پادشاه. ساعت 1:30 پرستش و موعظه در کلیسا و یا آنلاین با ما همراه باشید. چهارشنبه ساعت 7:30 اندیشه عمیق‌تر در رابطه با موعظه یکشنبه و شب‌های پرستش با کاترین جان یا مازیار جان صحبت بکنید. یک شب پربرکتیه. خداوند میگوید دهیک ها را به طور کامل به خانه من بیاورید. پس اگر دهیک هدایایی را دارید با مازیار جان صحبت کنید. در این خدمت با ما همراه باشید و در دنیای مجازی ما را دنبال کنید. اگر دوست دارید در این خانواده خدمتتون را شروع کنید، لطفاً با کشیش رسول و خواهر سوره صحبت کنید. ایمانی نو قوتی نو تو عطا فرما، ایمانی نو روحی نو قوتی نو تو عطا، ایمانی نو ایمانی نو روحی نو قوتی نو تو عطا فرما، ایمانی نو روحی نو قوتی نو تو عطا فرما، ملاقاتم نما ملاقاتم نما ملاقاتم نما. این رو با ایمان با تبدیلم نما، با قوت بگین تبدیلم نما تبدیلم نما. ای ملاقاتم نما با اعتماد، ملاقاتم نما ملاقاتم نما ملاقاتم نما. ای عیسی تبدیلم نما تبدیلم نما تبدیلم نما. ای اعلام کنین همگی با هم، چون نگاهم به تو سرورم، نگاهم به تو منجیم، تنها تویی امید قلب من. یک بار دیگه، چون نگاهم به تو سرورم، نگاهم به تو منجیم، تنها توی امید قلب من، تنها توی امید قلب من. ملاقاتم نما ملاقاتم نما ملاقاتم نما. ای عیسی تبدیلم نما تبدیلم نما تبدیلم نما. ای عیسی ملاقاتم نما ملاقاتم نما ملاقاتم نما. ای عیسی تبدیلم نما تبدیلم نما تبدیلم نما. ای عیسی
تش خانم، سبزی هم میخریم، گوشت هم میخریم، همه چی میخریم. آقا سلام، روز بخیر. حال شما؟ روز بخیر. ببرم روزت بخیر. خوب هستی آقا؟ مرسی. این معاینه اسموک چک ماشین ما رو باید انجام بدی. ماشین مال چند سال پیشه؟ 25 سال پیش. 25 سال پیش؟ شما مثل که توی مملکت زندگی نمی کنی ها. بابا 25 سال پیش اصلا معاینه فنی نمیدن، اسمال چک نمیدن. شما یه حالی بده درسته. چه حالی بده؟ اصلا نمیشه باش. اصلا را نداره آقا. ما یه شیرینی مشتی نیست. این اصلا یه جرمه، یه جوری من اینو اسمال چک کنم. یه زیرمیزی ناقابله. یه زیرمیزی ناقابله. آقا یه زیرمیزی. اصلا نمیشه. ببین این ماشین رو شما میبری؟ میدی دولت یه پولی بهت میده، میشه دام پیمنت یه ماشین. خیلی راحت. اینقدر با من اینجوری اینجوری نکن آقا، یه زحمت بکش. نمیشه. حالا بذار آقا پسر بده. آقا بعد یه دقیقه بیا اینجا ببینیم. بله من بفرما جان. آقا وضعیت ماشین ایشون چه جوریه؟ والا ماشین که نگو، لگنه. باور کن نه لاستیک داره نه موتور داره. با جرثقیل لواردنش باور کن. با جرثقیل مخو من میخوای اسپاک بگیری؟ شما یه زحمت بکش. بابا چه زحمتی آقا؟ نمیشه آقا. شما نه تو جریان نیستی داداش من. یه حالی بده. اصلا نمیشه برادر من. دمش گرم. اصلا اینجوری اینجوری هم اصلا کار نمیکنه. در خیلی از موارد در امور زندگی ما، چه رابطه‌ای، چه احساسی، چه تفکری، چه ریلیشنشیپ ما با دیگران، حتی چه جسمانی، در امور سلامتی ما، چه شغلی، چه تحصیلی، هر آنچه که درش ما یک رابطه‌ای داریم، شناختی داریم، گاهی لازم هستش که اصلاحیات ایجاد بشه، ولی گاهی لازم هستش که حذفش کنیم اون موضوع رو. و اگر این دو جا به جا بشند، اتفاقهای ناگواری میفته. یعنی اگر به جای حذف کردن ما اصلاحش بیاییم بکنیم، سعی کنیم درستش کنیم، اصلاحش کنیم، و یا اونطور که باید اصلاح کنیم سعی کنیم حذفش بکنیم، آسیب به زندگی و امور زندگی خودمون و چه بسا دیگران زدیم. برای مثال مثل این که تصور بکنید دندونی که کاملا خراب شده، ریشه های اون آسیب دیده، به هیچ وجه دیگه نمیشه حتی عصب کشی کنن، حتی امکان پذیر نیست رود کانال کنن اون دندون رو، به اصطلاح پر کنن، ولی تمام سعیش رو دندون پزشک بکنه که اونو پرش کنه، اونو نگهش داره، ولی مدام اون شخص با درد زندگی خواهد کرد. و یا قلبی که باید درمان بشه اما چون درد میکنه، ناراحتی داره، قلب رو از توی سینه شخص درآره، مسلما خواهد مرد. همین گونه اگر ما دقیق نباشیم نسبت به امور زندگیمون، آنچه را که انجام میدیم، دلیلی خواهد شد که تصمیمات اشتباه بگیریم، و همین تصمیمات اشتباه چه بسا دلیلی خواهد شد که ما رو نسبت به امور زندگیمون حقیر، ضعیف، ناتوان، ناامید کنه و در جایگاه خوب و درستی نتوانیم بایستیم. شاعری اعلام میکنه: در خانه ما یار اگر نیست، که باید یار باشه، کلام خداوند میگه خوب نیست که انسان، یکی بلند بگه خوب نیست که انسان تنها باشه. میگه خوب نیست، چون خدا هم تنهایی رو دوست نداشت. از این رو شخصیت خودش رو در سه بُعد معرفی میکنه: پدر، پسر، روح القدس. خدا هم تنهایی رو دوست نداشت. خدا فرشتگان رو آفرید، باز دید تنهاست. خدا انسان رو آفرید، شکل خودش آفرید تا بتونه با او صحبت کنه، حتی بحث کنه. ما بحث نمی کنیم با خدا؟ شما بحث نمی کنید؟ خدایا چرا؟ این چه بحثشه؟ نمی کنید؟ خدا خوشحال از اینکه باش بحث می کنید. پس باید یاره باشه، اون یار باید باشه. در خانه ما یار اگر نیست مهم نیست. چرا مهم نیست؟ چون اونقدر روزگار در شرایط سخت قرار گرفته، به طور خاص سرزمین عزیز ما ایران، که جوانان ما در سنین بالا هم نمیتوانن ازدواج کنن. دختر شده 45 سالش، پسر شده 45 سال، 50 سال، وضعیت بد اقتصادی اجازه نمیده، شرایط اجازه نمیده، رقابت ها توی فامیل، تو دوستان اجازه نمیده. خب جمهوری اسلامی هم که یک
پرانتز باز کرده، شرعیش کرده، صیغه اوکیه، با ازدواج سفیدم که دیگه الان اوکی هستش، پس دیگه میگن خب اینجوریه دیگه، رپ کدی میزنیم. بله میشنویم این چیزا رو دیگه متاسفانه. اما دل اون جوان میسوزه، چرا که اونهایی که ادعای دولتمندی کردند به جای اینکه دلسوز مردم باشن، مردم رو حذف کردن و جیب‌های خودشون رو بنا کردن. اشتباه بود، دیگه ما این کار رو نکنیم. از توی خونت شروع کن، این کار رو نکن. بدون چه چیزی رو باید ادیت کنی، چه چیزی رو باید دیلیت کنی. بزرگترین آسیب انسان‌ها بر زمین همین هست. وقت بشه بیشتر درباره‌اش صحبت میکنیم. در خانه ما یار اگر نیست مهم نیست، امشب خبری گر ز سحر نیست مهم نیست. زنده موندیم نموندیم، سحر رو دیدیم ندیدیم، صبح رو دیدیم صبح رو ندیدیم، از بس که ناامیدی و نگرانی میاد. حالا من نگاهی به سرزمین عزیزمون ایران کردم، اما هر کسی به زندگی خودش نگاه کنه. چه رویاهایی داشتی؟ چه آرزوهایی داشتی؟ امروز دیگه اصلا به اونها نگاه نمی کنی، چون در چندین مرحله دیدی اشتباه کردی. به جای اینکه اصلاحش کنی، حذف کردی رفیقتو، دوستتو، بیزینستو، کشورتو. نگاه کردی اون این کار کرده، خب منم این کار رو بکنم. ما ایرانی هم که دست به تقلیدمون خیلی زیاده. یه دفعه توی خیابون 10 متری 20 تا بنگاهیه، یکی زده از تو خونش بنگاهی، یه دفعه 20 تا میوه فروشیه، چی شد؟ همه تقلید میکنیم. یکی کشیش میشه، بعد میگه چیکار به کشیش داریم، ولش من اصلا حواسم به در خانه ما یار اگر نیست مهم نیست، امشب خبری گر ز سحر نیست مهم نیست. آب از سر این کاسه صبرم که گذشته. دیگه اینقدر به من امید دادن که امیدی ندارم، اینقدر گفتن فال بگیر برو امامزاده فلانجا، برو درویش فلانی برای دعا میکنه، به 5 تن و 6 تن و 10 تن و اینا آویزون شو، این ور برو اون ور برو، هیچ کاری نشد. آب از سر این کاسه صبرم که گذشته، پیمانه پر از باده اگر نیست مهم نیست. زندگی من از نظر روحانی، از نظر مالی، از نظر رابطه‌ای جایگاه نداره دیگه، اهمیت نمیده. چش به در دوخته بودم که بیاید اون آرزوهای دلم. بعضیا که خب مذهبی فکر میکنن اون امام زمانی که تو چاهه یه روز بالاخره بیاد بالا، هر کسی به دنبال یه قصه هست، شاهزاده بیاد، اون بیاد. چشم داشتم، چشم به در دوخته بودم که بیاید، چشم من اگر در نخ در نیست مهم نیست. که دیگه به در نگاه نمی کنم، هیچ امیدی ندارم. ما ریشه همه اینها برمیگرده به تصمیمات اشتباهی که گرفته شده، و تصمیمات اشتباه این هست که به جای اینکه اصلاح کنیم، در اصل باطلش کردیم، حذفش کردیم. به جای اینکه حذفش کنیم، اصلاحش اومدیم بکنیم. به جای اینکه 40 و چند سال پیش اصلاح کنیم، اومدیم باطلش کردیم همه. و الان که باید جمهوری اسلامی رو باطلش کنیم، گروهی به نام اصلاح طلبا هستن و قشری هستن که هنوز میخوان اصلاح کنن و موفق نمیشه. اما سوالی که ایجاد میشه این هست: پر ارزشترین موجودیتی که امروز برای هر انسان، چه نسبت به خودش و چه نسبت به دیگران میتونه باشه، چیه؟ حیاته، زندگیه. من و شما داریم همدیگر رو میبینیم. اگه در جمع ما یه نفر همین الان بگه آی دلم، آی قلبم، آیا نگرانش نمیشیم؟ ناراحتش میشیم. یا تو بدن خودمون یه ضعفی رو ببینیم، آیا ناراحت نمیشیم؟ پس حیات ما پر ارزش ترین هستش که باید اون رو ما حفظش بکنیم و درک درستی نسبت به اون داشته باشیم. پس درک نسبت به وجود خودمون در ابتدا مطابق مرقس 12:28-31 اعلام میکنه، نسبت به اون شخص فریسی که اعلام میکنه، کل این کتاب مقدس چی میگه؟ میگه کل این کتاب مقدس میگه هر چقدر که خودت دوست داری، میفهمی، درک میکنی، احساس میکنی، کیو دوست داشته باش؟ خدا رو. همون مقدار کیو دوست داشته باش؟ همسایتو. پس خودم، خانواده، خلق، خدا. فرمول خ به این توجه بکنیم که این رابطه رو من داشته باشم. سوال بعدی اینه:
چگونه از حیات خود و رابطه های خوب خود با دیگران و زندگی که به ما داده شده حفاظت کنیم. چگونه میتونیم حالا اینو حفظ کنیم؟ حالا من درک کردم همسرم رو توی شرایط سخت، بچه‌م رو توی شرایط سخت، همسایه‌م رو توی شرایط سخت حفظ کنم. میخوایم از داوود پادشاه استفاده کنیم، از آنچه که تجربه کرده. داوود پادشاه در مزمور 24 4 الی 5 اعلام میکنه خداوندا راه خود را به من نشان ده. چرا؟ چون من و تو شکل خدا آفریده شدیم، راه دیگه‌ای نمیتونیم بریم، نه هر خدایی که معرفی کردن، اون خدایی رو که تحقیق کردی. قلبت گواهی میده، عقلت هم گواهی میده، هم احساست هم فکرت، همش باید گواهی بده. با شک نمیتونیم ما بگیم ایمان داریم. پس باید هر دو نیز پایه اصول ایمان ما باشه، هم عقل ما هم احساسات ما. خداوند راه خود را به من نشان بده و آن را به من بیاموز، مرا تعلیم بده تا در حقیقت تو زندگی کنم. از این رو مسیح میگه حقیقت را بطلبید که حقیقت شما را آزاد میکنه. سرود رو شنیدیم، در مسیح آزادیم. چون تو خدای نجات دهنده من هستی و من همیشه منتظر تو هستم. پس انسانی که در مسیر زندگیش خدا را روبروی خودش میبینه، قلب خودش و جایگاه حضور خدا گذاشته، انسانی هستش که بیهوده تصمیم نمیگیره که یک باره حذف کنه یه نفر رو، همسرشه، دیگه نمیتونم، طلاق، چی شد؟ دوستاشن، من دیگه با این دوستام نمیتونم، کشیش، دوباره به کشیش چه کار دارید؟ خودم بودم. بلا فاصله یه اتفاقی میفته، اینو نمیخوام، اونو نمیخوام، اینو نمیخوام، دیگه اصلا خسته شدم، بچه هام چقدر منو اذیت کرد، این پدر مادر چه پدر مادری هستن؟ اینا همه حذفای اشتباس. هوشیار باشه. موضوعی که شمعون عزیزم اعلام کرد که خیلی از هموطنان ما ایرانی هستیم، ما خب تو جمع ایرانی هستیم، خب ما که تو جمع ملیت‌های دیگه نیستیم. شما اگه تو جمع ملیت‌های دیگه باشید اونا هم همینا میگن اه اه ما این ایرادا رو داریم، چون ما خودمون مثل یه خانواده، تو یه خانواده 4-5 نفره به راحتی ما ایرادای همدیگه رو میدونیم. خب ما خودمون هم ایرادای خودمون رو بدونیم، ولی بیایم اصلاح کنیم. چرا همدیگه رو حذف می‌کنیم؟ چرا میگیم این ایرانیه با این کار نکنم، این ایرانیه با این کار نکن؟ بله نقطه ضعف داره، درست میگی، ولی بدونیم از مملکتی اومده که این نقطه ضعف رو تعلیم دادن و تحمیل کردن به ما، به هممون، منم دارم، شما هم دارید. پس بیایم همدیگر رو اصلاح کنیم. و داوود پادشاه در اصل داره میگه مردان و زنانی که زندگی سالم میخوان داشته باشن، مردان و زنانی هستن که با خدا راه میرن. و وقتی ما تحت رابطه درست با خدا هستیم، مسلم بدونیم ناهنجاری های اخلاقیمون کمتر میشه. نمیگم تموم میشه، تموم نمیشه، عادت های بد ما کمتر خواهد شد نسبت به موضوعاتی که باعث رنج ما خواهد بود. و قلب ما میشه قلب خدا، یعنی فکر ما، و خداوند به راحتی میتونه در ما عمل کنه. سلیمان در کتاب امثال 22:11-12 اعلام میکنه کسی که قلبش پاکه. پس اگر من خودم رو در حضور خدا میدانم، حواسم هست، دارم صحبت میکنم، میبینم، میشنوم، میبینم خدام داره میبینه، خدام داره میشنوه، پس من مواظب رفتار خودم هستم. ولی وقتی که من خدا رو از خودم دور میبینم، هر گناهی میکنم، هر رفتار بدی میکنم، هرچند یه شخص مذهبی هستم، اما شخص آزاد نیستم، شخص عاشق نیستم، شخص عادل نیستم. برای همین مذهبی نباش، لا مذهب باش، اما به شباهت خدا عمل کن، توی راستی زندگی کن، توی عدالت زندگی کن. کسی که قلبش پاک و سخنانش دلنشین باشند، حتی پادشاه هم او را دوست خواهد داشت. چون پادشاه نکته بین هستن، مواظب هستن. میگه پادشاه هم که حساس هست متوجه میشه، اون بدبینی از روی او برداشته میشه. چشمان خداوند حافظ معرفت است، کسانی که در مسیر راستی زندگی میکنن، اما سخنان فریبکاران باطل میسازد. پس عادتهای بد را باید دیلیت کرد و نه ادیت. و این هوشیاری رو کاملا تو تمام امور زندگیمون باید داشته باشیم. من زمانی که چند وقت پیش، ده یک سال و نیم پیش، اینقدر پزشک من میگفت باید رژیم بگیرم، و واقعا برای من سخت بود، چون خوراکی رو دوست داشتم، خوراک رو دوست داشتم، کله پاچه رو بسیار دوست دارم، هر کی دوست داره خب یه برنامه‌ریزی با هم دیگه بخوریم.
وقتی تصمیم میگرفتم یه اتفاقی میافتاد که دوباره بازم شروع میشد دیگه، نمیتونستم. یه روز جدا تصمیم گرفتم که من سعی کنم خوراکم رو کم کنم و رژیم بگیرم. من از خونه که اومدم بیرون گفتم دیگه فست فود نمیخورم. همین که اومدم، من اصلا حبیت رو خیلی دوست دارم، این همبرگرهایی که خیلی خوشمزه هم هست، اصلا حبیت خودش هم میشه عادت، معنیش عادت. و از جلوی هر فست فودی رد میشدم نگاه هم میداختم پایین، بعد یه دفعه کنجکاو شدم دیدم این تابلوی حبیت انگار عوض شده، جدا عوض شده بود. قبلا یه دونه همبرگر بود با یه لایه مثلا همبرگر ساده بود، این دفعه دیدم دو تا لابلاش هم پنیر گذاشتن داره میچکه، نونش هم سرخ شده. یه نگاهی کردم گفتم برم نرم، یکی یه دل میگه برم یه دل نه، اون نبود. بعد به هر حال رفتم گفتم خب نونشو نمیخورم، چون نشون داد نونش هم کوچیکه. بعد رفتم نه، نونش هم بزرگ بود. وقتی وارد شدم گرفتم گفتم نونشو نمیخورم، فقط گوشتشو میخورم. ولی راستش یادم نمیاد، هم نونشو خوردم هم گوشتشو خوردم، کاغذشو یادم نمیاد خوردم یا لیست زدم. پس ما نمیتونیم فقط و فقط به این که تصور میکنیم، یک جا لازم هست که من دیلیتش کنم، اصلاحش نکن. اصلاحش چرا میکنی؟ وقتی میخوای اصلاحش کنی بدون که به خودت آسیب میزنی و به اون آینی که داری، به اون فکری که داری، هر آنچه که در مسیر زندگی ما دلیل حذف محبت، عدالت، عشق، دوستی ها، صداقت، حکمت میخواد بشه، اونجا اشتباه است. محک بزن چه چیزی رو داری حذف میکنی؟ و باز ما در جایی قرار میگیریم که متاسفانه دلیل رفتار بد ما خواهد شد، دلیل ناهنجاری های ما خواهد شد و فاجعه های مانند جنگ و ظلم و ستم رو ایجاد خواهد کرد. اما آیا حقیقتاً خدا انسان رو آفریده در رنج باشه، در سختی باشه، در مشکلات باشه، حالا همش در رژیم باشه، همش اینو بگه نمیخوام اونو درستش کنم؟ چند سبا ما زندگی میکنیم؟ ببینید سلیمان چی میگه در کتاب جامعه. در کتاب جامعه باب 9 آیه 7 الی 11 اعلام میکنه: پس بروید، به همه داره میگه بروید نان خود را با لذت بخورید، انسان هایی که آفریده شدید با لذت بخورید. و اونجا که میبینید لذت نیست، یه اشتباهی کردیم، یه چیزی رو بی خودی حذف کردیم. اونطوری که باید حذفش میکردیم اصلاحش کردیم، اونی که باید اصلاح میکردیم حذفش کردیم، یه جا اشتباه بوده. پس بروید نان خود را با لذت بخورید و شرابتان را با دل خوش بنوشید. آنچه که به شما لذت میده، حالا شراب هست، حالا ویسکی دارید، شراب هست، آنچه را که به هر حال لذت میبری بنوشید و شاد باشید، زیرا خدا از پیش آن را تعیین نموده. پیدایش 1:26-28، خدا انسان را شکل خودش آفرید تا کامل باشه، توانایی داشته باشه، از زندگی لذت ببره. زیرا خدا از پیش آن را تعیین نموده است تا می توانید از زندگی لذت ببرید. بازم داره میگه لذت ببرید. پس لذت بردن گناه نیست. و شادمان باشید در تمام روزهای این زندگی بیهوده که خدا اجازه میدهد. یعنی آنچه را که سرمایه میذاری تو این زمین، کره زمین، اجداد تو هم گذاشتن، کوشن. هنرمندان گذاشتن، کوشن. هنرپیشه هم گذاشتن، قبلی ها، کوشن. میگه بیهوده است. در تمام روزهای این زندگی بیهوده که خدا اجازه میدهد در زیر آفتاب داشته باشی با زنی که دوستش داری، نه زنها. اون قصه صیغه که از اسلام و جمهوری اسلامی اومده، دروغ شیطان. با زنی که دوستش داری، یه دل داری، باید به یه دل فقط وابستش کنی دلت رو. با زنی که دوستش می‌داری خوش باش، زیرا نصیب تو از تمام زحمت‌هایی که در این دنیا می‌کشی همین است. تو این دنیا همینه. حالا اگر نیکویی می‌کنی در حضور خدا هستی، کامیاب خواهی شد. اما فکر نکن بهتر از این خواهی شد. میلیون‌ها ثروت هم داشته باشی همینه، هیچ فرقی هم نمی‌کنه. فقط از چشم دیگران شما ثروتمند هستی. من یکی از دوستام که آقای فریدون میلانی، بذار بگم، از ایمانداران هستن، از اسپانسرهای من هستن، که کپی کاخ سفید رو در آتلانتا ساخت که من میرفتم برای خدمت سالها اونجا. دوستی که با من بود رو کرد به آقای فریدون، گفت آقای فریدون
این ساعتی که دستته چنده؟ گفت چطور میگی؟ بعد دید اون جواب نمیده، گفت بگو این ساعت من چنده. نگاه که گفت نمیدونم، واقعا من ساعت شناس نیستم. گفت بگو دیگه. بعد گفت نمیدونم. گفت من اینو خریدم 2000 دلار، اما 5000 دلاره. گفت اوکی. گفت حالا ساعت تو چیه؟ گفت من 15 دلار خریدم. گفت وضعیت نکن، این همه ثروت ساعت 15 دلاری؟ گفت آره، همیشه یه ساعت 15 دلاری میخوام، یک سال و نیم هست بعد میدم یه ساعت دیگه میخرم. آقا چه فرقی میکنه برای من؟ واقعا چه فرقی میکنه؟ حالا اگه یه طرف فکر کنه یک ساعت 1,000,000 دلاری تو دست من هست، چه فرقی میکنه؟ اینا رو نمیگم که به دنبال علاقه هاتون نرید، استعداداتون نرید، اما چه چیزایی رو داریم تو زندگیمون ما اصلاح و چه چیزایی داریم هست میکنیم؟ آیا اینها میتونه باعث زندگی خوب ما باشه؟ و نیز ادامه میده، هر کاری میکنی آن را با تمام توانایی خود انجام بده، زیرا در دنیای مردگان که روزی به آنجا خواهی رفت، نه کار است، نه اندیشه، نه علم، نه حکمت، هیچ کدوم اینها نیستش. اگر هستی از زندگی لذت ببر، توانایی و آگاهی تو زیاد کن و در این مسیر قدم بردار. این اولین برکتی هست برای حذف تمام بدی ها توی زندگی و برای اصلاح شدن تمام موضوعاتی که باعث رنج میشه. اما بریم با هم دیگه انجیل لوقا باب 5 آیه 27 الی 39 رو داشته باشیم. آیا همه بروشور دارن؟ اونهایی که بروشور ندارن دستاشون بره بالا. انجیل لوقا 5 27 الی 39. بیرون رفت. یه دقیقه به صدا نمیاد متاسفانه. بعد از آن که عیسی بیرون رفت، متوجه باجگیری به نام لاوی شد که در محل باجگیرها میدانیم که شخصیت هایی بودن که از نظر قوم یهود و از نظر تمام به اصطلاح مقدسین اون زمان، فریسیان، صدوقیان، کاتبین، کاهنان، افراد نجسی بودن، چون اونها حقوق نداشتن، اونقدر مالیات میگرفتن که مازاد مالیاتشون میشد حقوقشون و زیاد هم میگرفتن، پس مورد خشم قوم اسرائیل قرار میگرفتن. یهودی ها اصلا، اسرائیلی ها اصلا اینها رو دوست نداشتن، هرچند از جمع خود یهودی ها و اسرائیلی ها بودن، اما دوستشون نداشتن. ولی عجیب نیست عیسی مسیح به عنوان پسر خدا، به عنوان حداقل بگو در اون زمان اصلا مرد خدا، مرد ایمان، با اینا رابطه داشت، چون مسیح آمده بود تا این دیوار مذهب رو بشکنه، رابطه رو ایجاد کنه. بله، در محل دریافت باج نشسته بود، به او فرمود به دنبال من بیا. او برخاست، همه چیز را واگذاشت و به دنبال او رفت. لاوی برای عیسی در خانه خود مهمانی بزرگی ترتیب داد. مسیح دیده بود بزرگترین مشکل انسان‌ها، حتی اون یهودی‌ها، اینه که توی تعالیم اشتباه قرار گرفتن. تعلیم روی انسان تأثیر میذاره. از این رو هستش که اگر من و شما در یک سرزمین کمونیستی به دنیا بیایم و والدین ما کمونیست بودن، ما کمونیست بودیم. اگر مسلمان بودن، ما مسلمان شدیم. مسیحی بودن، مسیحی شدیم. آیتیست بودن، آیتیست. شیطان پرست بودن، شیطان پرست. چون تعلیم به انسان خط مسیر رو میده، حتی در وجود او کششی رو ایجاد میکنه. این طبیعی هست. از این رو کلام خداوند اعلام میکنه که انسان‌ها بیاموزند، تعلیم بگیرید، اعلام میکنه همه چیز رو تحقیق کنید کلام خداونده. در غیر این صورت ما نمیتوانیم توی اون جایگاه درست کنیم. پس عیسی مسیح تو جایگاه ایستاده بود که بتونه دیگران رو به درستی تعلیم بده. تحقیقاتی که سالها پیش کردن نسبت به اینکه بتوانن هزینه درمان افراد مریض رو کم بکنن، به این نتیجه رسیدن هیچی مهمتر از تعلیم نیست. یعنی تعلیم بدن به انسان‌ها چی بهتره بخورن، چی بهتره نخورن، این کمترین هزینه است تا مانع هزینه‌های عمل بشن، دارو بشن. و دیدن چقدر مؤثر بوده و حقیقتاً هم مؤثر هستش. پسر بچه‌ای وارد یک بستنی فروش میشه، بستنی فروشی میشه و میره به گارسون میگه یه بستنی شکلاتی قیمتش چنده؟ میگه 2.50 دلار. میگه اگه شکلاتی نباشه؟ میگه 2 دلار. میگه پس یه دونه برای من بستنی بدون شکلاتی بیارید.
میشینه صندلی و گارسون براش میاره. وقتی میاره صورت حسابم که میاره میذاره و اون پسر پولشو میذاره و میره. گارسون میره نگاه میکنه اینه $2.50. صداش میکنه میگه ببین من گفتم $2. گفت بله میدونم ولی 50 سنتش تیپ توه. گفت خب تو میتونستی اینو برای خودت همون شکلاتی بگیری، حالا من تیپ از تو نمیگرفتم. میگه نه، بابای من منو تعلیم داده. وقتی تو یک رستورانی جایی میریم اون شخصی که داره کار میکنه من بهش یه تیپ بدم، هدیه بدم. یعنی از اون چی که دوستاش گذشت. پس تعلیم تأثیر میذاره. و خوشا به حال شما عزیزان که اومدید اینجا، نه از کشیش رسول، چون منم دارم تعلیم میگیرم، منم این افتخار رو دارم از کلام خدا تعلیم میگیرم، در جمع شما دارم، از شما هم خیلی از شما من یاد میگیرم. اومدیم به خانه خدا تا از کلام خدا یاد بگیریم. پس جای درستی ایستادید. هزینه صدمه و ضررهات کمتر خواهد شد. و خوشا به حال کسانی که به کلام خدا، در حضور خدا، به خدمت در کلیسا و به آمدن کلیسا خودشون رو عادت میدن. این عادت نیکوست و در این عادت میتونن زندگی پاکی داشته باشن. بله بفرمایید. عده زیادی از باجگیران و اشخاص دیگر با عیسی و شاگردانش سر سفره نشسته بودند. فریسیان و علمای آنها از شاگردان عیسی ایراد گرفتند و گفتند چرا شما با باجگیران و خطاکاران میخورید و مینوشید؟ عیسی به آنان جواب داد تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بلکه بیماران. چون مسیح برای انسان‌های گناهکار اومده بود. در انجیل یوحنا 3:16 اعلام میکنه خدا انقدر جهان رو دوست داشت که یگانه پسر خود رو داد تا هر کس به او ایمان بیاورد دیگه هلاک نشه، یعنی گناهکار محسوب نشه، پس بیگناه بشه. پس مسیح به خاطر افراد گناهکار اومده بود. اون تکلیف خودش رو میدانست. خب مسیح هم تو جمع اونا قرار گرفت، مسیح هم تو جمع ماها قرار گرفت و خدا رو شکر هللویا قلب همه ماها لمس شد و به او بله گفتیم و مسیر نجات رو نیز برای ما مهیا شد. و چون این مسیر نجات برای ما مهیا شده میتونیم رابطه های خوبی داشته باشیم. وقتی رابطه خوبی با خدا داریم، رابطه خوبی میتونم با خودم، با خانوادم و خلق خدا در مسیر عدالت داشته باشم. این رابطه در من ایجاد میشه به توسط روح القدس. در دانشگاهی در زمانی که داشته استادی تست میگرفته، تست امتحان میگرفته از دانشجویان حقوق، یکی از سوالا این بوده اسم خادم و نظافتچی که توی حیات دانشگاه جارو میکنه چیه و 20 امتیاز داره. همه میرسن تا آخر یه نفر بلند میشه با خنده میگه آقای استاد ما رو مسخره کردی، آخه یعنی چی؟ اینم شد سوال. گفت بله این سواله. تو زمانی که حقوق میخونی تا این مردمی رو خدمت کنی که نمیشناسی، رابطه نداری با درد و رنج مردم، با کسی که داره زحمت میکشه تو اون دانشگاه، چگونه میخوای در آینده وکیل بشی یا یک شخص نماینده مجلس بشی که دلسوز اون مردم باشی؟ از همینجا شروع میشه، از همین دانشگاه شروع میشه. و مسیح این تعلیم رو به من و شما داد. نترسید از اینکه مردم ایمان ندارن، نترسید از اینکه توی جشنی قرار بگیرید. ما مذهبی نیستیم. نه حالا نریم اینجا کاباره است، نه برو کاباره، برو تو هم خوش باش، توی کاباره بشارت بده خبر خوشو، البته به موقعش حکیم باشید، رابطه ایجاد کنید. خیلی ها میرن توی این کاباره ها، خیلی ها میرن که جای بدی نیست، خیلی ها میرن توی این جاها که دنیوی هست تا بتونن اون دردشون و اون رنجشون رو اونجا اصلاح کنن. غافل از این هستن که رنج اونها، درد اونها نزد مسیح اصلاح میشه. ولی من و تو میدونیم، من و تو باید بریم این خبر خوش نجات رو تو این دنیا بدیم. اما قوی شو اول، اول قوی شو و بعد برو خبر خوش نجات رو بده به دیگران. تو این لس آنجلس من و زهره جان و خانوادهمون سعی کردیم در طول سالها، الان کمتر به خاطر مشغولیت و خیلی بیشترین رستوران ها، حتی کاباره ها رو رفتیم، حتی من خواننده ها رو بشارت دادم. خیلیشون ایمان آوردن، خیلیشون فوت کردن. البته که یکیشون رو زمانی که بشارت دادم خانم محسی بود که شنیدم توی دبی بشارتش دادم و تعمیدم گرفت که الان میدونیم در حضور خدا هستش چون به مسیح ایمان آورد. یکیش آقای سعید محمدی که میدونید کلیسای امام لطف میکنن، گاهی با ما هستن میان و خیلی از خواننده ها هستن، نمیخوام بگم خیلی از دولتمندان هستن. این خدمت من و توست و این پیروی کار مسیح است. نترس،
قوی شو، خبر خوش نجات رو بده. خواننده‌ای رو که دوستش داری، هنرمندی که دوستش داری، شخص سیاسی رو که دوستش داری، برو خبر خوش نجات رو با عشق بهش بده تا اونم نجات پیدا کنه. بله بفهمید. من نیامدم تا پرهیزگاران را به توبه دعوت کنم، بلکه آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم. آنان به او گفتند شاگردان یحیی اغلب اوقات روزه میگیرند و نماز میگذارند. ممنون. وقتی میگه شاگردان یحیی، داره میگه صحبت از مذهبیون میکنه. حالا اونا دارن یه کارایی میکنن. میخوام اینم بهتون بگم، من شما رو تشویق میکنم که خدمت کنید، اما اینو بدونید یک خادم خوب خادمی هست که اول به خودش و خانواده‌اش میرسه، مطابق آنچه که پولس رسول در نامه‌هاش به تیموتائوس اعلام میکنه. میگه باید همسرتو مهربانی کنی، بچه‌هاتو مهربانی کنی، بچه‌هات باید خادمین خوب باشن. یعنی این گونه نیستش که اگر خادمی فقط خدا رو خدمت میکنه، خانواده‌اش رو رها کرده، اون اشتباس. از این رو فرمول خودم، خانواده، خلق، خدا بسیار مهم هست که ما سالهاست داریم این رو تعلیم میدیم و اونجا هستش که به خوبی میتونیم بدانیم کجا حذف کنیم، کجا اصلاح کنیم. بله. شاگردان فریسیان هم چنین میکنند، اما شاگردان تو میخورند و مینوشند. عیسی به ایشان پاسخ داد، آیا شما میتوانید دوستان داماد را در حالی که داماد با ایشان است به روزه گرفتن مجبور کنید؟ روزه یعنی چی؟ روزه یعنی در حضور خدا بودن. روزه نخوردن و خوردن نیست، توی مذهب نخوردن و خوردنه. تو مسیر عدالت یعنی من در حضور خدام. روزه یعنی این که من وقتم رو به خدا میدم. درسته که ما به اولین نفس خودمون که معده هست میگیم نه نخور، تا تمرکز درستی داشته باشیم نسبت به آنچه که در ذهنمون میخوایم بپرورونیم. کجا باشیم؟ در حضور خدا باشیم، نه اینکه وانمود کنیم ما خدا دوستیم، که این ریاکاریه. و مسیح هم میگه مانند ریاکاران نباشید که روزه میگیرن صورتهای اخمویی دارن، بلکه شاداب باشید. مثل موسی در حضور خدا بود، هیچی هم نخورد، اما صورتش میدرخشید. در زمانی مسیح میگه شما لازم بود روزه بگیرید که خداوند باهاتون نبود. الان که من با شما هستم، الان دیگه برای چی میخوای روزه بگیری؟ مثل اینکه شخصی بگه که آره همسر من پزشکه، حالا من مشکل دارم، مریضم، میخوام برم پیش دکتر. یا بگه مکانیک ماشینش خراب شده، برم یه مکانیک. حالا من احتیاج به وکیل دارم، همسرش وکیله، من برم پیش وکیل. بابا همسرت که وکیله، چرا از اون استفاده نمیکنی؟ مسیح داره اینو میگه. پس مذهبی نمیتونیم فکر کنیم. مذهبیون روزه رو به خوردن و نخوردن. من از همینجا از طرف خودم اعلام میکنم، اگر فکر میکنی روزه به خوردن و نخوردن هست، هنوز درک درستی نسبت به پیام مسیح نداری. میخوای روزه خوراک بگیری، بگی، دست خودته. اما روزه اصلی اینه که من در حضور خداوند باشم و مسیح روح القدس رو به من و تو داده. چون روح القدس رو داریم، ما در حضور خدا هستیم دیگه، چه لزومی داره که ما روزه بگیریم؟ بله. اما زمانی میآید که داماد از ایشان گرفته خواهد شد، در آن روزها ایشان نیز روزه خواهند گرفت. همچنین برای آنان این مسئله را بیان فرمود، هیچ کس از یک لباس نو تکه‌ای پاره نمی کند تا با آن لباس کهنه‌ای را وصله کند. اگر چنین کند، هم آن لباس نو پاره می شود و هم وصله تو مناسب لباس کهنه نیست. همچنین همه اینو میتونیم به تجربه هم بگیم. آنچه که مسیح داره میگه علمیه. یه تیکه پارچه کهنه رو به یه تیکه پارچه نو اگه شما وصل کنی، همین که اشاره کنی از هم بخوای جدا کنی، بلافاصله پاره میشه. چون اون تیکه پارچه نو قوی تر هستش و اون رو از هم میداره، پاره میکنه. و درباره شراب هم همین رو داره میگه. شراب نو رو شما تو کوزه کهنه نمیتونید بریزید، چون اون کوزه میشکنه. و برعکسش هم نمیشه چنین کاری کردش. مسیح داره اعلام میکنه من خداوند شما هستم، من پیغمبر نیستم، من روی زمین آمدم. شریعت خوب کاملش کردیم، تمام. شریعت رو خداوند با محبتش کامل کرد. از این به بعد رابطه تو قوی کن. رابطه قوی اگر داشته باشی با خدا، اون زمان هستش که این حکمت رو خواهی داشت که توی زندگی چه چیزایی رو حذف کنی. خانه خدا رو حذف نکن از زندگیت، کلام خدا رو حذف نکن از زندگیت، خدمت رو حذف نکن از زندگیت. اصلاح کن خودت رو،
نه بر اساس این کلیسا با من بدرفتاری میکنن. شاید غرور توئه، نمیدونم. شاید اشتباه توئه، نمیدونم. پیگیری کن، خودتو اصلاح کن. اونجا باید خودتو اصلاح کنی. کلیساتو رها میکنی، کلام خدا رو رها میکنی، در حضور خدا بودن رو رها میکنی. داری اشتباه فکر میکنی، داری چیزایی رو حذف میکنی که باعث حیات تو میشه. یا قسمتی از کلام خدا رو حذف میکنم که باب دندون من نیست، خدمت من نمیتونم خدمت کنم، سخته. ولی کلام خداوند میگه بشارت نمیتونم بدم، داری حذفش میکنی. ده یک، نه خیلی سخته، آخه ده یک به حقوق کم، پولم چی میشه؟ کلام خدا، چرا اینا رو داری حذف میکنی؟ آنچه را که باید حذف کنی ترسات هست، نگرانیت هست، باید حذفش کنی. ناامیدیهات رو باید حذف کنی. و اونجا هستش که دست تو در جایگاهی قرار خواهد گرفت که تو دست خداوند هست و خدا تو رو برکت خواهد داد. آمین. بله. همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزد. اگر بریزد شراب تازه مشک‌ها را می‌ترکاند. شراب به هدر می‌رود و مشک‌ها نیز از بین خواهند رفت. آری، باید شراب تازه را در مشک‌های نو ریخت. هیچ کس پس از نوشیدن شراب کهنه شراب تازه نمی‌خواهد، چون می‌گوید که شراب کهنه بهتر است. آمین. آمین، 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 آمین. می‌تونیم برای کلام خداوند دست بزنیم. و جدی باشیم. جدی باشیم. این درس ادامه خواهد داشت، چون وقتی است می‌خوام هفته دیگه بپردازم به ادامه این موضوع. خواهش می‌کنم با ما باشید. حتی خواهش می‌کنم لطفاً کلام رو دوباره برید بشنوید. لازمه زندگیتون هست. دوباره بشنوید. به یک نفر درسش بدید. بروشور دارید. با این بروشورا می‌تونید درس بدید. اما اگر توی امور زندگیتون چیزی هست، الان می‌خوایم دعا کنیم که لازم هستش که اون رو دیلیت کنی. حسادت، کینه، خشم، هر نوع عادت بد هست، تصمیم بگیر اونو ببری در حضور خدا تا خداوند اون رو پاک کنه و برداره. خدا کمکت خواهد کردش. به دنبال اصلاح شدن نباش. این اشتباه. هفته دیگه بیشتر درباره‌اش صحبت میکنیم. به شخصی دوستش میرسه میگه شنیدم چند وقتی دیگه سیگار گذاشتی کنار. میگه آره، راستش این روبروم که بود دودش اذیتم کرد، حالا دیگه از کنار استفاده میکنم. و یه خاطره خیلی بدی دارم از یکی از داییام که البته فوت کرده. وقتی من رفتم پیش یکی از داییام، اون همیشه سیگارای زر بودش، یادتون هست؟ یا سیگار هما بود که 40 تایی بود. دایی من 2 تا از این باکسای سیگار هما رو میکشید و دکتر بهش گفته او تو 2-3 ماه بیشتر زنده نیستی مگه سیگار نکشی. من از سربازی که اومدم رفتم پیش داییم، دیدم داییم داره بینیستون میکشه. گفتم دایی دیگه سیگار بینیستون داری میکشی؟ گفت آره، دکتر اینجوری گفته. یه دفعه حالم بد شد. گفتم جدی میگی؟ گفتم دایی دکتر گفته سیگار نکش، بینیستون و هما و زر نداره. گفت دایی جان نمیشه. دید من گریه میکنم، سیگار بینیستون رو برایش مچاله کرد، انداخت جوب آبی که کنار بیزینسش بود و منو بغل کرد. گفت دایی دیگه نمیکشم. دایی من 3 سال دیگه عمر کرد، ولی اگه میکشید عمرش کمتر بود. این فرصت هایی که خدا منو تو داده، منم هستم، منم جزء شما هستم. لحظه سرهای خودم رو خم کنید. یه نگاه عمیقی بکن. چه چیزهایی رو بی خودی حذف کردی توی زندگیت، تو رفتارت که نباید این کارو میکردی؟ چه چیزهایی رو اصلاح کردی که باید حذفش میکردی؟ همه رو بر در حضور خدا. بیا از نو شروع کن. از نو تولد مسیح، تولد تازه رو در حضور خدا داشته باش. به خوبی هر کدوممون ایرادامون رو میدونیم، عیبمون رو میدونیم. ببر در حضور خدا همه رو، هر چیزی که هست، حتی نسبت به بدنت هست، نسبت به جسمت هست. داری به جسمت آسیب میزنی. شاید یه چیزایی رو نباید بخوری ولی میخوری. به بدنت داری آسیب میزنی. همه رو ببر در حضور خدا. شاید خیلی از چیزها رو نباید ببینی ولی میبینی. داری به روحت، به فکرت آسیب میزنی. خیلی از چیزها رو نباید بگی، داری میگی. خیلی از چیزها رو نباید بشنوی، داری میشنوی. ببر در حضور خداوند. تو اینجا هستی تا خدا تو رو برکت بده. برکت تولد تازه رو بهت بده. از اون بخواد. هر کسی در قلبش اعلام کنه، اون موضوع رو اعلام کن که خداوند تحت پوشش خون مسیح،
آنچه را که در زندگی من باید حذف بشه تو حذف کن و تو باطل کن. آنچه را که لازمه این هست اصلاح بشه، ای روح القدس تو تعلیمم بده و تو اون رو اصلاح کنه. این پدر جان خواهش می‌کنم خداوند مطابق فیض تعمل کنه. خداوند آنچه که از کلامت شنیدیم خداوند قوت و قدرت تو در ما باشه خداوند، برای حذف و برای اصلاح اعمال و رفتار ما، سخنان و اندیشه ما، احساسات و تفکرات ما خداوند، که تو در ما عمل کنی و تو جلال یابی. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین آمین آمین. با دستامون میخوایم این را نشون بدی که افتخار میکنی با ایرانی بودنمون. آمین. داور من عیسی بخشید، جرمم را گسست، بندها را من آزادم، او با خونش پرداخت، فدیه جانم را گشود، زندان را من آزادم، من آزادم. قدوس قدوس هللویا، آزادم کرده عیسی. نامی تازه دارم و برنمی گردم به خلقت کهنه، من آزادم، در راه تنگ او با فیض و رحم او رحمی سپارم، آری آزادم، من آزادم. قدوس قدوس هللویا، آزادم کرده با فیض او. به هم دیگه بگیم ما آزادیم، آزادیم با فیض، ایمان داریم، ما آزادیم، آزادیم با فیض او. قدوس قدوس هللویا، آزادم کرده عیسی. قدوس قدوس هللویا، من کرده گناه. قدوس 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 هللویا، آزادم کرده عیسی. قدوس قدوس هللویا، من کرده گناه، هم را من آزادم. هللویا. با فیض عجیبت و عشق عظیمت، روزی نزد هایم، من آزادم. با فیض عجیبت و عشق عظیمت، روزی نزد هایم، من آزادم. یک بار دیگه. با فیض عجیبت بد و عشق عظیمت، روزی نزد آیم، من آزادم. با فیض عجیبت و عشق عظیمت، روزی نزد آیم، من آزادم، من آزادم. قدوس هللویا، آزادم کرده عیسی.